دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی همراه ما هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. با عرض سلام به شما و بینندگان عزیز. ممنونم. آقای دکتر، ریشه های اسلام هراسی در اروپای غربی چه دلایل اجتماعی داره؟ بفرمایید. در اروپای غربی از روزهایی که امپریالیسم همیشه دشمن یک دیگر را داشت، این مشکل خلق شده بود. از روزهای جنگ شمال و جنوب آمریکا که جفرسون گفت باید شمال پیروز شود، تا روزهایی که کمونیست در مقابل غرب ایستاده بود و کمونیست به پایان رسید، این نقشه دشمن باید موجود باشد را ساختن، یعنی یک فرمولی ساختن که باید یک دشمنی روی زمین باشد. این فرمول امپریالیسم که به دست کسانی که اسلحه می‌سازند ساخته شده، یک دشمن جدیدی که هنگینتون آن را انتخاب کرد که در برخورد تمدن‌ها آن را منتشر کرد، خیلی به مشام غربی‌ها خوش اومد و اسلام را انتخاب کردند. محیط را برای این قضیه آماده کردند، کشورهای دروغین اسلامی را ساختند و این کشورها به عنوان کشورهای حمله کننده به هر چه فکر غربی است شروع کردند کار کردن. از این نظر این کشورهای ساخته شده به توسط غرب که اسلام را اسلام جنگجو نشان می‌دهد، هراس را در همان محیطی که خودشون در غرب ساخته بودند به وجود آورد که یک اسلام واقعا خطرناکی ما در دنیا داریم که شاید همه را به خطر بندازه. این محیط و این فرمول سازی غربی ها منجر شد که این قضیه مهم بشود. در واقع اگر به کتاب‌های تاریخ سیاسی برگردیم، خواهیم دید از جفرسون تا برنارد لوئیس تا هنگینتون همگی همین فکر یک دشمن خطرناکی که هراس در غرب می‌سازد و شاید غرب را بسوزاند، به اضافه اینکه ساختن یک کشوری به نام اسرائیل که همیشه مظلومانه نشون داده بشه و همین مسلمانایی هستن که می‌خوان این اسرائیل مظلوم را از بین ببرند، حکمی صادر کردند که میتوانند این مجموعه را جمع کنند و این فرمول سازی را به نتیجه برسانند که اسلام مورد هدفشون قرار گرفته باشد. این از وضع تاریخ و محیط اروپا و اسلام حراسی است. بله آقای دکتر، چرا غرب چشمهای خود را برای واقعیت اسلام علوی و اسلام رحمانی اهل بیت علیهم السلام بسته؟ نباید باز کند. حتی اگر جانب روشنی از این اسلام را ما به غرب نشون بدیم، غرب این روشنایی را خاموش خواهد کرد، چون اسلام علوی همون اسلام دموکراتی، همون اسلام دموکراسی و اسلام فکری خواهد بود. اینا در فرمولی که ساخته بودن، همینطور که سابقا گفتم، فرمولشون باید این اسلام جنگجو باشه، اسلام خطرناک باشه، اسلامی که هراس در اروپا بندازه. اسلام علوی، اسلام علی ابن ابی طالب، آن شخصی که گفت نمی شود یک نفر مسیحی در سرزمینی که من حاکم او هستم مظلوم باشد، اینو نمی باید در فرمول خودشون قرار بدن، چون خود بنا و اساس این فرمول غربی ساخته شده اسلام هراسی است. حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت حسین با قیام عظیمش علیهم السلام، با این قیامشون، با این فکرشون، هیچ وقت اسلام را به نام اسلام حراسی نخواهند ساخت. از این نظر ما اسلام های مثلا ساختگی غربی را اسلام سیاسی میبینیم، تا هر گونه که غرب میخواهد این اسلام سیاسی را بسازد، میتواند به ملت و به محیط غربی نشان دهد که این اسلام یک خطر و یک حراسی برای غرب است. بله، احزاب راست افراطی، اسلام ستیز و جریانات سلفی وهابی تکفیری در دو سوی افراط و تفریط حرکت میکنند. راه مقابله با هر دو سوی این افراط و تفریط چیه؟ این راه را باید ما بسازیم، چون غربی ها خودشون این اسلام های سلفی و وهابی و اسلام های دینی سیاسی را در آزمایشگاه غربی تجربه کردند و این تجربه واقعا پاسخگو هم بوده و یک نتایجی نشون داده که این اسلام خطرناک، اسلام دینی سیاسی، اسلام وهابی سلفی تکفیری،
یک اسلام خطرناک برای همگی است. از این نظر بر ماست، ما مسلمانان معتدل، مسلمانای خط نبوت و پیغمبر و آل بیت، بر ماست که این اسلام خطرناک تکفیری وهابی را برای دیگران نشان دهیم و بگوییم که این اسلام واقعا نیست، این اسلام ساختگی خود غرب است. چون اگر این اسلام خطرناک سلفی وهابی و دیگر اسلامان سیاسی در منطقه نبود، هیچ وقت محیط غرب و فکر مجتمع غربی هیچ وقت از اسلام هراس نخواهد داشت. اینا ساختگی غربی هستند که میذارن غربیان اعتقاد داشته باشند که یک نفری شاید تمام اسرائیل را بسوزاند، یعنی یک نفری خود را منفجر کند، و این کارها را فقط مسلمان ها می کنند. اینا خودشون عرضه خود غربن برای همون کار امپریالیسم 300 سال پیشی که در آمریکا رخ داد، که یک دشمن همیشگی این تمدن‌های جهان را در خطر میندازه. کمونیست که بود اسلام راحت بود، ولی در پایان راه کمونیست سال 1980 یک ساخته جدیدی به نام اسلام خطرناک، اسلام سیاسی در مشرق زمین ساخته شد که این اسلام یک هراسی در غرب بندازد که ما خطرناکیم. و واجب بر ماست که اینجا برای بار دوم تکرار میکنیم، این واجب بر ماست که یک اسلام واقعی نشان دهیم، مثل خود شبکه امام حسین فکری که دارن نشون میدن یک فکر واضح از اسلام بدون خطر و مجتمع قبول کن و متمدن. اینو اگر نشون دادیم میتونیم ما در مقابل اون اسلام خطرناک و اسلام تفجیری و اسلام قتل وایسیم که خود ساخته غرب است. بله، تشکر میکنم از شما آقای دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی همراه ما بودند.